بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر خدا کمک نکنه بندگان خودش رو و نگاه بندگان خودش رو زیبا قرار نده و اگر خدا رها کنه که بندگان او تحت سیطره شیطان قرار بگیرن، وقت نگاهی معوج پیدا خواهند کرد به زیباترین پدیده های عالم، زشترین نگاه رو پیدا میکنن. خیلی عجیبه، ما نسبت به اولیاء خدا چه احساسی داریم، چه نگاهی داریم. بعد بعضیا هستن برعکس دقیقا نگاه دارن، یعنی اصلا بدترین آدمهای موجود در عالم رو اولیاء خدا میبینن. چجوری میشه یه نفر به این نگاه میرسه؟ دیروز یکی از آیات کریمه قرآن رو خوندم که خدا چجوری هدیه میده به مؤمنین نگاه زیبا رو و به بدیها اونا بد نگاه میکنن. کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. امروز اجازه بدید من یکی دوتا نمونه از آیات قرآن رو برای شما قرائت کنم که در این آیات نورانی خداوند متعال نگاه کافران رو، نگاه ملأ از کافران، لیدرهاشون، سرشاخه‌هاشون رو به پیامبران الهی، به پیروان پیامبران الهی بیان میکنه. تو هر جامعه ای هست، حتما شما با این تیپ افراد برخورد کردید. اینا خداوند متعال نگاه اینا رو بیان میکنه، فهم اینا اینقدر آدم های بدیان، اینجوری نگاه میکنن. نگاهشون رو ببینید، تلقیشون این میشه. مثلا سلمان فارسی چقدر مرید رسول خدا میشه، ابوذر غفاری چقدر مرید رسول خدا میشه، چقدر ارادت پیدا میکنه. خب همون پیامبر است، یک کس دیگه از این طرف چقدر نسبت به پیغمبر اکرم نگاهش بد میشه. مثلا در سوره اعراف فقال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. در سوره اعراف ملأ از کافران به پیامبر الهی اینجوری میگن، میگن انا لنراك في سفاهة، ما تو رو آدم نادونی میبینیم. منبع حکمت، منبع عقل، منبع فهم. من احساس کنم تو آدم نادونی هستی. آخه این احساس از کجا توی تو پدید اومده؟ لنراک فی صفاحتن، ما تو رو اینجوری میبینیم که تو انگار تو مایه های نادونی هستی. چجوری میشه نگاه یه نفر یه دفعه اینقدر معوج میشه؟ نگاه ابن ملجم یه دفعه اینجوری میشه که باید علی ابن ابی طالب رو از روی زمین برداشت تا مردم روی آسایش ببینن. جلال خالق، واقعا نگاهشون اینطور میشه؟ به خوبی خودتون نگاه نکنی. بعضی وقتا آدم خوبا عیبشون اینه که آدم بدا رو درک نمی کنن.
امام باقر علیه السلام میفرماد قرآن رو نمیشناسید مگر اینکه کافرانه به قرآن رو بشناسید. آدم بدا رو درک کنید، یکمی احساس اونا رو بفهمید. یه نمونه دیگه از یکی دیگه از آیات قرآن که در همین زمین است، به همین شیوه است، ولی خیلی تفصیل بیشتری داره رو خدمت شما بخونم. حالا اینا رو بفهمید. خدا وقتی نگاه آدم رو رها بکنه، ابلیس وقتی نگاه آدم رو کنترلش رو به دست بگیره، ببینید کار آدم به کجا میکشه. گروه فرقان بعضیشون طلبه های همین مدرسه های بازار بودن. بعد به این نتیجه رسن اول باید مطهری کشته بشه. ای بابا چجوری آخه؟ آخه یعنی برعکس میشه. خیلی عجیبه. خدا انشالله نگاه همه ما رو حفظ کنه و نگاه ما رو به زیبایی ها زیبا قرار بده. می فرماید فقال الملع الذین کفروا من قومه. ببین در هر دو آیه از ملع اسم آمده. ملع اینجوری گفتن. ببینید آیه قبل قال الملع الذین کفروا من قومه. اینجا می فرماید فقال الملع الذین کفروا، یعنی هر کافر اینجوری نیست، ملع اینجوری هن. ملع به کی میگن؟ ملع به سرخطا میگن، ملع به لیدرها میگن، ملع به اداره کننده های افکار عمومی میگن، ملع به نمیدونم نخبگان جامعه، حالا بگیم به نوعی میگن خواص جامعه که دیگران تحت نفوذ اونها هستن، ملع به اینا میگن. ولی کافر معمولی عوام میگه بابا من چه میدونم، ولمون کن تو خدا. ممکن ردش از کنار مسائل، ولی ملع خیلی خدا توی آیات قرآن حواسش جمعه. خب معلومه که البته خدا حواسش جمعه. این دارم به این دلیل میگم که ماها فکر میکنیم مثلا خداوند متعال همجوری بیدقت یه مطالبی رو احیانا فرمودن. نعوذ بالله، نه بیدقت نفرمودن. ما نراک الا بشرا مثلنا، ما تو رو یه آدمی مثل خودمون میبینیم. ما چه فرقی میکنی با ما؟ شما برید پیش آقای بهجت میگید بابا ایشون اصلا فوق العاده است، اصلا آدم معمولی نیست، فرشته است انگار. حالا آقای بهجت که تصادفا یه بشریه مثل ما، پیغمبر نیست، پیغمبرم یه بشریه مثل ما از حیث بشر بودن که بله بشره، ولی این میگه که من هرچی به تو نگاه میکنم تو ترجیحی نداری. ای خدا چشمتو برم الهی، که این یعنی واقعا فرق این رسول خدا رو، حکمتشو، مهربانیشو و جنات و سکناتشو نمیبینی؟ یکی از زیارتهایی که ما داریم زیارت فوق‌العاده‌ایه، زیارت آل یاسینه، خیلی فوق‌العاده است. شما با کمال تواضع میگی ای امام زمان سلام بر رکوع تو، سلام بر سجود تو، سلام بر قیام و قعود تو، سلام بر همه لحظه های تو. یعنی تو با جزئیات داری توضیح میدی لحظه های تو یبن الحسن ترجیحی داره به همه زندگی ما. من میفهمم که تو متفاوتی، تو برتری. ما نراک الا بشرا مثلنا، ما یا تو رو یا آدمی از خودمون بیریم، چرا باید زیر بار شما بریم؟ و ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. پیروانت هم که نگاه میکنیم اراذل جامعه ما هستن، هرچی آدم درب داغون دنبال تو افتاده. خیلی جالبه ها، نگاه ملع از کافران اصلا تصریح هم داره نگاه. ما نراک الا بشرن، ما نراک، یعنی ما نمیبینیم مگر اینکه اینجوری، یعنی ما اینجوری میبینیم. آقا ما نگاهمون اینه، بدبختا خودشون دارن مغر میان میگن نگاه ما اینه. هرچی آدم درب داغونه سطح پایینه اومده دور شما.
ما نراک. راستی چرا اینجوری میشه؟ من خواهش میکنم یه دقتی بفرمایید دیگه. شما اهل دقت هستید که این ایام که ایام شلوغی نیست، بالاخره مجلس اهل بیت رو رها نمیکنید، برای اندیشیدن تو مجلس اهل بیت حضور پیدا کردید. چرا اینجوری میشه که آدمایی که وضعشون خیلی خراب میشه آدم خوبا رو سطح پایین میبینن؟ یکی از اولین کارهایی که در ارتباط با اینا میکنن که مسخرهشون میکنن. درسته؟ این تو آیات قرآن هم اومده. نگاه کن. زود سطح پایین میبینه. بی نمازه نماز خونه رو بی نماز بد. حالا بی نماز خوبم مگه داریم؟ حالا دیگه شما زیاد سخت نگیر دیگه. ما میخواییم یه جایی هم بذاریم برای یه عده‌ای که بلاخره غفلت کردن، یا بلاخره دیگه سخت نگیر دیگه، همه رو نباید فرستاد جهنم که. بعضی وقتا بی نمازا میان اما جلو میزنن، آدم های خوبی میشن، زمینش رو دارن. بی نماز بد اونیه که انصافا خیلی آدم بدیه و بی نمازه. اینا نه، تا میبینن طرف نماز میخونه از نظر سطح اجتماعی، از نظر سطح شعور جلوی نگاه این افت میکنه. به همین دلیل بعضی از نمازخونا میترسن نمازخونیشونو، نمازخون بودنشونو رو کنن یه جاهایی، میترسن سطحشون بیاد پایین. اینا رو قرآن توضیح میده، اینا روانشناسی قرآنه. میفرماد ملأ کافران اینجوری تلقی میکنن، نگاهشون اینجوریه: ما نراک اتبعک الا الذین هم ارازلونا. اینایی که از تو تبعیت میکنن، ما که نگاهمون اینه که اینا ارازل ما هستن. میگن ارازل و اوباش، این دقیقا تو عربی و فارسی یکیه کلمش، ارازل. ارازل اومدن اینا ما تو فارسی میگیم، یه اوباش هم کنارش اضافه میکنیم دیگه برای روشن تر کردنش. دقیقا همین کلمه قرآنی و عربی ما استفاده میکنیم. ارازل رو جمع کردن، ارازل و فلان. اینجا هم همین، هم ارازل و نا، اینا ارازل ما هستن. میگه ما نگاهمون اینجوریه. وقت یه آدمی به پیغمبر ایمان نیاره، میگه چه آدم با کلاس، من یه حرفی رو هی میخوام نزنم میزنم آخر سر دیگه. رفقا قبول دارید بعضی وقتا بیدینا با کلاس تلقی میشن؟ واقعا با کلاس هم نیست دا، با کلاس تلقی میشه. از این برش سوال کردم، قبول دارین؟ بچه های ما مذهبی ها گاهی بیدینا رو با کلاس تلقی میکنن. چرا؟ نکته است اینا همش. بابا این مگه چی پوشیده؟ این مگه چی کار داره میکنه؟ همونو اون نمازخونه بپوشه بازم بی کلاس میشه. این بی کلاس اینجا نوشته دیگه، این ارازلونا ترجمه رو نگاه کنید، اینجا بی کلاس. حالا ممکن ننوشته باشه، ولی همینی که ما اینجوری میگیم. بادی رای، اونا میگن که ما نگاهمون اینجوریه که اینایی که پیغمبر از تو تبعیت میکنن بادی رای هستن. بادی رای یعنی ساده لوح، آدمایی که صاحب رای نیستن. ای خدای من، یه کمی حرفای مگو بگوییم دیگه، اشکال نداره. بهش میگی قال الصادق علیه السلام، یه خب حالا این هم دیگه بل نمی کنن، یه حرفای سطح پایین قدیمیه. خدا شاهده نگاهش اینجوریه. بعد بهش میگی که فلان فیلسوف غربی گفته، به به دیدی؟
ببینید بحث علمی خدا شاهده نیست، اون نگاهش اینه. اون نگاهش اینه. خیلی خدا شاهده. من حالا بگم دیگه اشکالی نداره دیگه. بعضی وقتا کتابایی نوشته میشد مثلا سخنان دیگران رو در کنار سخنان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین چاپ میکردن. فلانی اینو گفته، ناپلئون بناپارت اینو گفته، دکارت اینو گفته، علی ابن ابی طالب اینو گفته. یعنی آدم رو از نظر نمیدونم چی بگم قاطی میکرد که ببین تو مثلا ایکس و ایگرگ و با علی ابن ابی طالب سخنانشون کنار هم دیگه میذاری، نه بحث احترام باشه، واقعا عمق کلمات امیرالمومنین نمیفهمی. چی بگه آدم؟ کتاب چاپ شده مثلا، حالا مهم هم نیست چاپ شده باشه، های وقت فکر نکنید من مخالف چاپ این کتابام، ولی میخوام بگم اینا هست دیگه، ببینیدشون. مناجات های مردمان دیگر از این طرف و آن طرف دنیا رو نوشته، مناجات های امام سجاد هم نوشته کنار هم دیگه. آقا مگه اشکالی داره؟ خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. نه خب اشکالی نداره، ولی حکمت کلام امام سجاد با حکمت کلام هر ام قمر دیگه قابل مقایسه است؟ میدونید بعضی نگاهشون اینه؟ آقا نگاهشه دیگه، میگه اصلا اینایی که پیغمبر از تو طرفداری میکنن بادی و رأی هستن. آدم های ساده نفهم میرن دیندار میشن. نگاهش اینه دیگه. ما نراکه، ما نگاهمون اینجوریه. مثلا طرف میری فکر میکنی دانشگاه کسی رو خراب میکنه ها؟ و فکر میکنی حوزه کسی رو درست میکنه. طرف وقتی موتور وجودش سالم کار نمیکنه میره تو حوزه، بعد آخرش در میاد استاد درجه یک بوده تو حوزه. الان میدونی داره چی میگه؟ میگه من فکر میکنم دین و شریعت مانع پیشرفت عقله. وقتی که این آدم توی حوزه درس میداد در موضوعات تخصصی، خدا شاهده همه حسرتشو میخوردن که این چقدر باسواده، چقدر کار کرده. الان میگه چی؟ بنده سر کلاس این آدم بودم، مثلا آدم ناامید میشد، میگفتش که ما که نمیتونیم اینقدر بفهمیم، که اینقدر مطالعه، مثلا این علم چند تا استاد دانشگاه رو جمع کرده مندمج کرده یه جا، مثلا 10 تا استاد دانشگاه تو رشته‌های مختلف تخصص بذار کنار هم دیگه، اینا یه نفر شده، حالا چی میشه؟ رفی واقعا اینجوریه. بعد بحث میره کشید به فلسفه غرب، ما میدیدیم که ایشون اونجوری که ابراز شیفتگی به اندیشه های فیلسوفان مغرب زمین میکنه، اونجوری ما ندیدیم با قرآن و روایت برخورد بکنه. یه کمی این سنسورای ما بعد از کلاس من میرفتم میگفتم حالا این چیزی که گفتید اون اندیشمند گفته، بعد گفتید که اینجا به اوج میرساند، این حالا چیزی هم نبودا. یعنی ما به عنوان شاگرد میرفتیم از ایشون سوال میگم، میگفتیم با این که شما گفتی این نکتش خیلی ارزشمنده، حالا چیزی هم نبود، شما چی فهمیدی ازش که خیلی ارزشمند بود؟ گفت نه دیگه اینو گفته.
ما هرچی اصلا این میتونه غلط هم باشه، غلط هم نباشه، یه حرف ساده است. راننده های خیابون هم ممکن اینو بگن. ما دیگه اواخر کلاسایشون نرفتیم، گفتیم یه جوریه این بنده خدا. الان محاسنش رو تیغ زده، حالا اون اهمیتی نداره، خودش صریحا هم میگه، میگه شریعت، آدم باید از قید شریعت و دین آزاد بشه تا عقلش خوب کار بکنه. واقعا اینجوریه؟ بگذارید یه بار دیگه دعا کنم. من سرزنش نمی کنم ایشون رو، من خب توضیح بدم این اتفاق ها افتاده، شدم سرزنش نکنه به سرش، سرزنش کنه ها به سرش میاد. ما خودمون رو در پناه خدا قرار بدیم. خدایا به قول شریف امام حسین نگاه ما رو درست قرار بده. امام حسین دعا میکرد ارن اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقایق عالم رو همونجور که هستن نشونم بده. ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل. دوباره نرا، چند تا نرا اینجا تکرار شد؟ نرا یعنی میبینیم، نگاه دیگه، بحث سر نگاه. نرا که الا بشرن، نرا که اتبع که الا لدینه، نرا لکم، نمیدونم همش سه بار کلمه نگاه اینجا تکرار شده. خداوند متعال فرمود ببینید این نگاهش خرابه ها، میبینی نگاهش از اساس خراب شده. من گفتم دانشگاه کسی رو خراب نمی کنه. مثلا رفته درس خونده، بهش میگیم که خب این اندیشمند چی میگه؟ میگه اندیشمندان اینو میگن، اینو میگن، برو کنار، اندیشمندان اینو میگن. اندیشمندا گفتن این حرفشون قطعیه؟ نگفتن که، گفتن ما احتمالاً چون علوم تجربیه دیگه، ما احتمالاً اینو میگیم، قطعی که نگفتن که. میگه اندیشمندا اینو میگن، الان علم اینو میگه. میگم علم قطعیه؟ این علم تجربیه دیگه، ممکنه اشتباه باشه دیگه، بالاخره الان اینو میگن. خب حالا ما رو هول نده، بذار دو کلمه با هم صحبت کنیم. علامه طباطبایی هم یه فیلسوف، ممکنه اشتباه بکنه، اونم اینو میگه در همین زمینه، در همین موضوع. بابا علامه طباطبایی از نظر کیلو بکشی چه فرقی با اون اندیشمندای دیگه میکنه؟ از نظر تعداد کتاب بگی بیشتر از اون اندیشمندا نوشته. از نظر آخه تو چرا تبعیض قائل میشی؟ علامه طباطبایی چون یه امام سرشه حاضر نیست یک لحظه در مورد کلمه او فکر بکنه، اما هرچی اندیشمند لاعبالیه کافر تو جهان گیر بیاره خدا شاید مریدش میشه. بابا ما میگیم علامه طباطبایی ممکن اشتباه بکنه، بقیه هم ممکن اشتباه بکنن، بی‌طرفانه بررسی کن. بابا حاضر بشو یه بار بشنوی، یه بار بشنو علامه طباطبایی چی میگه. حاضر نیست. دانشگاه کسی رو خراب میکنه، یعنی خودش مریضه. تو دانشگاه شما فکر میکنید همه علوم و معلوماتی که هست آدم رو گمراه میکنه؟ به خدا اینجور نیست. یه آگاهی هایی رو خود دانشمندان غربی به آدم میدن تا آدم ایمانش تقویت میشه. میگیم آقا تو که طرفدار دموکراسی هستی از کی شنیدی؟ مامانت که بهت یاد نداده که، از اندیشمندان غربی شنیدی درسته؟ خب اندیشمندان غربی که طرفداری کردن از دموکراسی این تعدادن، اندیشمندانی که علیه دموکراسی حرف زدن هم هستن، بیا این حرفاشونو بشنو. آه بلکن، چه فرقی هست؟
یه اندیشمند گفته دموکراسی آره، یه اندیشمند گفته دموکراسی نه. خب جفتشو بشنو. حاضر نیست؟ میزنه اگه بیای جلو. بابا آخه چه خبره؟ پس علم نیست که در تو حکومت میکنه، نگاه توه. تو تصمیم گرفتی به بعضی ها نگاه خوب داشته باشی، بعد میگیم آقا علامه طباطبایی گفت دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. کجا گفته؟ نه بابا ول کن، اصلا علامه طباطبایی چیکار؟ بابا تو نظرات اجتماعی علامه طباطبایی رو بخون، خیلی بحث داره تو این زمینه. بعد اون اندیشمندانی که تو حرفشون رو پذیرفتی، حالا شما جالبه بعد برید ببینید این مثلا میگه فلان اندیشمند متخصص علوم سیاسی این رو گفته، مثلا به کی میگه اینو؟ به کی داره میگه؟ یعنی اون چقدر تو علوم سیاسی کار کرده، چند تا مقاله داده، چقدر؟ یعنی اصلا باید نه خودشه تصمیم میگیره نظریات یک کسی رو بپسنده، بپذیره، اونو به اسمشو میذاره علمی، بعد دیگه نظریات علمی دیگران رو حاضر نیست گوش بده، حاضر نیست نقد عالمانه بکنه. آقا میگه علامه اشتباه کرده، بیا جوابشو عالمانه بده، حاضر نیست. اینا رو بهش میگن نگاه. آدم ها اسیر نگاهن، ولی کسی اسیر نگاه نباشه چه اتفاقی براش میفته؟ میگه این شیعه خالص و خلص علی ابن ابی طالب، احتمالاً این بیشتر میفهمه. برعکس میشه نگاهش، به جای اینکه بگی اینا ساده لوحن، اینا نفهمن، اصلا میگه این آدم فهمیده این. بعد میفرماید که حالا بذارید من یه بار آیه رو مرور کنم، آخر آیه ببینید به کجا میرسه کار. امروز خیلی توفیق داریم بشینیم پای درد دل یه آیه قرآن. در سوره هود آیه 27، فقال الملأ الذين كفروا من قومه. اول سه جمله از اونا تعریف میکنه، بعد یک جمله نتیجه میگیره. اون سر نتیجه میخوام یه بار دیگه کل آیه رو مرور کنم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، این سرشاخه ها و سرای این کافران اینجوری میگن، ما نراک الا بشرن مثلنا، ما تو رو که یه آدمی مثل خودمون میبینیم، فرقی نمیبینیم دیگه. حالا خیلی لطف کرده ها به پیغمبر، میگه تو یه آدمی مثل خود ما هستی، و به اطرافیان پیغمبر که میگه اونا که عرازل ما هستن، اونا که هیچی. حالا لطف کرده پیغمبر در حد خودش میبینه، این خودش یه بالاخره. و ما نراک اتبعک الا الذين هم عرازلنا، نگاه ما اینجوریه که اونایی که از تو تبعیت میکنن عرازل ما هستن. بادی الرأی، آدمای ساده ای هم هستن، اینا میان دنبال تو. و ما نرا لکم علینا من فضل، کلا هم برای شما نسبت به خودمون هیچ برتری ما نمیبینیم، ما نگاهمون اینجوریه. نتیجه چی میشه؟ بل نظنکم کاذبین، اصلا ما میگیم شما دروغ میگید. بیا کار به تکذیب کشید. اولش نمیگم شما دروغگو هستید، بل یعنی چی؟ یعنی کم کم به این نتیجه رسیدیم. اولش نمیگفتیم آخه به ابو جهل میگفتن که فرزند عبدالله ادعای پیغمبری کرده، گفت خب این که دروغ نمیگه که، آخه آدم دروغگویی نیست. گفتم پس تو ایمان بیاری؟ گفت نه من نمیتونم ایمان بیارم، ولی اون دروغ نمیگه، اون میگه من پیغمبرم حتما هست دیگه، من نمیتونم قبول کنم، ولی اون که دروغ نمیگه. اینا از اون اولم میدونن که اینا دروغ نمیگن، اینقدر نگاه بد داره کم کم میگه دروغ میگی، اصلا دروغ میگی، اصلا شاید دروغ داری میگی. یه آدم، این آقایی که من نقل کردم اسمشو براتون، اسمشو نگفتم، یعنی گفتم یه استادی بود که ما هم خدمتشون رسیدیم، خدا انشالله عاقبتشو ختم به خیر کنه، ما نمیخوایم بشینیم کنار همه رو بریزیم تو دریا، خودمون خدا باید نگرمون داره. یکی دیگه هم بود که
استاد اخلاق درجه یک رادیو تلویزیون بود، خیلی قشنگم حرف میزد و اولاش خیلی شیفته مولوی بود، بعدهاش ما دیدیم یه جوری داره مولوی رو توضیح میده انگار این رفیق ما اینجوری گفته، جالب گفته، یعنی سطح خودش رفته بالا دیگه، یعنی مولوی رو زیاد تعبیر نمیگیره. بعد شیفته نهج البلاغه بود، بعد دیدیم که دیگه نهج البلاغه هم داره عنوان سخن یه همسطحه، ولی خب چون آدم شریفیه، آدم همسطح خودش هم حاضره بپذیره اینا، منظورم میگیرید دیگه؟ بله. بعد هیچی دیگه، آخرشو بگو. آخرش تکذیب کرد پیغمبر رو، گفت اصلا این قرآن سخنان خدا نیست که به پیغمبر وحی شده باشه، تراوشات ذهنی خود رسول خداست. خب دروغ دارن میگن دیگه، چون خود ایشون که میگه که حرف خداست، خود ایشون داره میگه حرف خداست، حرف من نیست. مثلا خیلی چاله میدونیش، ایشون خیلی مؤدبانه صحبت میکنه، چاله میدونیش بی خود میگه، حرف خودشه، چاله میدونیش میشه. اولا اینو نمیگفت، آخراش تکذیب کرد. بل نظنکم کاذبین، بلکه اصلا دروغ دارید میگید، چه پیغمبری؟ دوستان من، خدا نگاه آدم رو حفظ کنه. میگید شما خدا ایمان آدم رو حفظ کنه؟ اینم اضافه بفرمایید، خدا نگاه آدم رو حفظ کنه، خدا نگاه بچه های ما رو حفظ کنه. در نسل و دودمان ما نگاه خراب قرار نده. چقدر تو عرصه های مختلف ما نیاز داریم نگاهمون درست باشه. خب یه توضیح اضافی بدم، من اینجاهای بحثه که خودم رو در واقع بده میکنم پیش خیلی ها، ولی خب من که نمیتونم سانسور کنم که حق رو نگم. یه آدمیه زندگی میکنه، یه خانواده رو اداره میکنه، خودش رو داره اداره میکنه، این نگاهش خراب بشه به کجا برمیخوره؟ به دو سه نفر اطرافش و خودش و اینا، کسانی که دارن مملکت داری میکنن تو مجلس یا جاهای دیگه، اینا نگاهشون خراب بشه به چند نفر ضربه میزنن؟ به تاریخ یک ملت ضربه میزنن. نگاهش خراب بشه، اصلا بحث دینی هم نیست. من دین رو خواهش میکنم بذارید کنار. یه مادر خوبیای بچهش رو نبینه، خوبیای بچه های همسایه رو فقط ببینه، بچه خودش رو نابود نمیکنه؟ بنده یه سفر رفتم اوکراین. خب اوکراین از نظر علمی کشور پیشرفته اروپاییه، بسیاری از تأسیسات و دانشهای هسته‌ای شوروی سابق مرکزش اصلا اونجاست، دانشگاه‌های پیشرفته‌ای داره. چند هزار دانشجو تو اون سالی که من رفتم از ایران اونجا رفته بود، ظرفیت پذیرش نبود یا بالاخره مشکلات دیگه. رفتم اونجا، خب طبیعتا ما رو میبرن همیشه بین بچه مذهبی ها و اینا. گفتم خب دانشجوها کجا؟ میخوام دانشجوها دانشگاه. گفتم خب نمیشه اونجا دانشگاه، اینجوری اینجوری شرایطش ناجوره. گفتم از چه جهت ناجوره؟ گفت اینا دختر و پسر با همن. و گفتم حالا مسائل مهمتری ما داریم از با هم بودن دختر و پسر، فکر بچه ها مهمتر از اینه که اینا حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. بچه ها رو جمع کنم، اتفاقا همه هم اومدن. خیلی که فکر میکردن که اینا چون مذهبی نیستن دیگه اومدن تو این محیط، یا آخوند و باش چیکار دارن، یه طلبه ای اومده، همه هم خیلی هم اومدن. بعضشون سراوزشون مرتب نبود، مثلا پشت مشتال نشسته بودن و اینا، ولی تو جلسه شرکت کردن. خب سلام علیک احوال، منتظر بودن ما یه صحبتی بکنیم. گفتم والا من صحبتی که دارم اینه، شما که ایرانی هستید اومدید اینجا، خودتون بگید
من نه اومدم از نماز، نه از خدا، نه از پیغمبر، نه هیچی نمیخوام صحبت کنم. فقط اینو به من بگید. اساتید دانشگاه اینجا عقلشون بیشتر میرسه یا شما؟ همینو به من بگید من برم. همه بلا استثنا گفتن ما. گفتم عالیه، شما کارتون درست، عاقبت به خیر میشید. هر موقع یه ملتی اصالت خودش رو از دست داد، ارزش‌های خودش رو ندید، نابوده. شما وقتی بگی اینا بیشتر از ما میفهمن، بدبخت ازل و ابدی. یکم هم صحبت کردیم. چرا اینو میگی؟ میگو بابا ما داریم میبینیم دیگه، ما خیلی آدم های فهمیده هستیم به خدا. من جوانی که دین هم نداشت ولی اینو قبول داشت ما آدم های فهمیده هستیم، من با آیندهش امیدوار بودم. حالا شما فکر میکنید این مسئله کمیه؟ میدونید برخی هستن، نمیخوام اسم ببرم، مثلا یه دولتی در میان این دولت‌ها، در میان همه این دولت‌ها، یه دولتی جمع بشه ماه رمضان افطاری بده به اصحاب خودش، فرض بفرمایید دیگه، مثال فرضیه. بعد به یه نفر بگن آی دکتر شما به سخنرانی بکن، اونم به سخنرانی بکنه. یه آدم چه آدمیه؟ تو کتابش نوشته، نه یه مصاحبه کرده باشه رد شده باشه یا من یه سی گفتم. تو کتابش نوشته که اگر آدم بخواد عاقلانه و درست فکر کنه باید به زبان انگلیسی فکر کنه. یعنی زبان فارسی ما ظرفیت تفکر عقلانی نداره. وقت سخنران اون جلسه که میخواد بقیه رو ارشاد کنه این آدمه. رفقا قرآن توضیح میده، میگه آقا بعضیا اینجوری هن، هر چی هم شما آدم عاقلی باشی یا چون دیندار هستی، چون مذهبی هستی، میگه تو احمقی، دیگه عقلتو نمیبینه. بابا اون مرض داره، و هر کی بیدین باشه میگه یه عاقله. یه مشکل روانیه. وقت بیام من آدم غربی به شما نشون بدم چجوری مقابل کلمات پیغمبر ما، کلمات امامای ما، کلمات علما ما سرخم میکنه. استاد دانشگاه مسیحیه رفته کتاب نوشته در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، شیفته حضرت زهراست، عشق میریزه مثل عشق ابر بهار، با دشمنان حضرت زهرا دشمن. میگه که یکی از افراد به من میگفت باهاشون ارتباط برقرار کرده بود، میگو شما میگه این کتاب رو من بسیاریش رو از اسناد شیعه ننوشتم، از اسنادی که ما مسیحیا توی متون دانشمندان خودمون داریم در مورد حضرت زهرا نوشتیم. دنبال کسی میگه چاپش بکنه با اینها. استاد دانشگاه من اسمش دانشگاهش رو نبرم، کمی بگیم اون دانشگاه، بعضی ها همجه آب از لب و لوچهشون جاری میشه. استاد اونجا میگه شما نمیدونید چه گوهری دارید به نام فاطمه زهرا، شما نمیدونید. یک زن اینقدر سیاسی میشه، اینقدر فهم عمیق اجتماعی پیدا میکنه، اینقدر ببین آدم باسواد منصف از اون ور بیار، خدا شاهده
چجور احترام به اولیاء خدا خواهد گذاشت؟ آدم بی انصاف، بد دل، مریض از این ور بیار. میگه ما میخواییم درست فکر کنیم، باید به زبان انگلیسی فکر کنیم. حتی دیگه برای زبان هم ارزش قائل نیست. اینو آیات قرآن دیدید خوندیم؟ یه کسی آدم خوبی میشه، اینا بهش میگن ارازل، نگاهشون اینجوری میشه. خب یه کسی آدم بدی میشه، میگن ناعقلا هستن. شب عاشورای خودم رو خراب کردن که مثلا گفته بودن ما باید بریم از خارج از کشور مدیر وارد کنیم. ببینید ایرانی ها هیچی نداشته باشن، مغز مدیریتشون فوق‌العاده است تو جهان. به هزار دلیل میشه اینو ثابت کرد. یکی از این هزار تا دلیل اینه که امام زمان اکثر مدیران عالم رو بعد از ظهور ایرانی ها خواهد گذاشت. بابا آخه ما چجوری نگاه میکنیم؟ ما بلد نیستیم استعدادها رو کشف کنیم، ما بلد نیستیم استعدادها رو تشخیص بدیم، ما بلد نیستیم سازماندهی کنیم، ما بلد نیستیم عوامل روانی که میاد مدیریت ها رو خراب میکنه رو کنترل بکنیم. ایرانی ها تکنولوژی فوقش ندارن. بابا اینا جنایت در حق این ملت. دیگه ما شدیم عرازل، بادی الرأی. بنده در مجلس روزه ابا عبدالله الحسین و مجلس پیغمبر اکرم، من باید از پیغمبر اکرم دفاع کنم. فرمود علم و ایمان به ثریا برسه که کسی در ثریا باشه که کسی دستش نرسه، یه قوم دستشون به اون میرسه، ایرانی ها هستن. من باید از سخن پیغمبر دفاع کنم یا نکنم؟ نباید دفاع کنم. نمیخوام حس ناسیونالیستیم تحریک بشه. بابا این چیزیست که ما داریم میبینیم. من رفتم از دانشجوی اونجا گفتم بچه من دیگه حرفی ندارم، نه خدا میخوام صحبت کنم نه پیغمبر، همین که شما شیفته غرب نشید کافیه، دهنتون اینجوری باز نمونه فکر کنی مرغ همسایه قازه کافیه. تو فهمیدی ما عقل تو کمتر نیسته؟ دموش رو دیگه، برگرد به دارایی خودت، برگرد به فهم و شعور تاریخی خودت. مهمترین جنایت این دوتا پهلوی های ملعون این بود که ملت ایران رو در مقابل ملت غرب تحقیر کردن و بابش رو باز کردن، در رو باز کردن که کار تبلیغاتی بشه رو فهم این ملت که شما عقب مونده تر، ضعیف تر، نفهم تر، نادون تر، جاهل تر از غربی ها هستید. این مهمترین پروژه پهلوی بود، این مهمترین بود. بعد مردم هم شبیه رؤسای خودشون میشن. تو اون زمان بود که مغرب زمین شدی چیزی برای این ملت، غرب زدگی یه رواج خاصی پیدا کرد. غرب زدگی یعنی چی؟ دارایی خودتو نبینی. من دارم به شما میگم بابا این یه بیمار، خداوند متعال تو قرآن کریم میگه این یه بیماریه. این نگاهش به خود غلطه. میگه ما فوقش میتونیم، باور کن آدم خوبیه ها، ولی نگاه نابوده. ما فقط میتونیم آبگوشت بزباش درست کنیم. آقا من توی مجلس پیغمبر اکرم شهادت میدم آموزش و پرورش ما بیش از این که استعدادهای بچه های ما رو پرورش بده، استعدادها رو میکشه. و دانشگاه های ما باید بتوانن به سهولت دیگه، وقتی آموزش پرورش اینجوری شد، چون از دانشگاه نمیتونید چه انتظار فوق‌العاده‌ای داشته باشید. 12 سال زن این بچه اونجوری پرورش بده کرده.
دوازده سال دانشگاه دیگه چیکار میتونه بکنه؟ دانشگاه های ما باید بتونه 99% دانشجوهای معمولی ما رو دانشمندانی به جهان ارائه بده. اگه نمیتونه اشکال هست، اشکال تو مدیریت ماست. ما یوسف ها رو تو زندان انداختیم، تو چاه انداختیم، ما بلد نیستیم. ما بلد نیستیم اداره کنیم. باور بفرمایید. یه وقت گناه ها، یه وقت فکر نکنید ما ها مثلا تصور میکنیم همه چی درسته، نمیدونیم چرا بچه ها خراب میشن، نمیدونیم چرا اینقدر گناه هست. آخ، این یه دونه دوتا منبر میخواد فکر کنه. یه وقت فکر نکن ما اینجوری نگاه میکنیم. ما جمهوری اسلامی درست کردیم که انشاءالله بتوانیم در آینده، امیدواریم آینده هرچه زودتر باشه، نظام تعلیم و تربیت رو در کشور تحول ایجاد کنیم. بگو انشاءالله. که بعد که نظام تعلیم و تربیت درش تحول ایجاد شد، نسلی خوب تربیت کنیم، بعد انشاءالله خوشبخت بشیم. اینجوری بعدن انشاءالله، ولی تا حالا که نشده. حالا من اینا رو میگم، دوستان آموزش پرورشی از من ناراحت میشن. آقا آموزش پرورش که کفرستان نیست. نه به خدا قسم، کفرستان نیست. من گفتم کفرستانه، ولی مثلا مثل این میمونه که شما یه راننده محترم اتوبوس مسافری رو که میتونی 30 مسافر بهش بدی و دست فرمون عالی بذاری پشت هواپیما، خب نمیپره هواپیما، نپریده رو زمینه، نپریده. میگه این کجاشه الان؟ خیلی آدم خوب محترم، بذاریش راننده اتوبوس باشه، درآمدش بیشتر از خلبان هم خواهد شد. یه دونه تصادف هم برات نمی کنه. هر کسی را برای کاری ساختن. اینجوری میشه که غرب زدگی تو خون بعضیا میره، تو خون. باید کل خونش رو عوض کنی. دیدی معتادا رو میرن خونشون رو کلن عوض میکنن، تازه بعضی هاشون دوباره بر میگردن. از روانی میگن، از جسمی دیگه مشکل نداره، این همه درد تحمل کرده، ولی از روانی دوباره بر میگرده. ببخشید به مسائل اجتماعی سیاسی کشیدم، ولی موعظه‌گری که به مردم موعظه کنه، به مسئولین که یک ملت موعظه نکنه، موعظه‌گر نادانیه. ببخشید، عذرخواهی میکنم. مردم بیچاره چه گناهی کردن؟ بعضی وقتا ما چهره دین رو سخیف میکنیم که آقا این دین با همه عظمتش اومده بگه که اون زلف موتو بذار داخل چادر. میگه این دین شما با این همه عظمت گیرش همینه؟ نه به خدا، این همه هست. حالا این هم یه تذکریه. اون چیزی که اصلیه چیه؟ غرب زدگی مسئولین جامعه است که 35 سال بعد از انقلاب هنوز به طور کامل برطرف نشده. روحانی و غیر روحانی نداره. اینا ریشه های خرابی های ماست و بی صداست. البته الحمدلله ما حسن ولایت رو در این میدونیم که یک حمایت کلانی برای حرف خوب هست، برای کار خوب یک حمایت کلانی وجود داره و اجازه نمیدن باندهای مخوف سیاسی غرب زده شکل بگیره همه رو خفه کنه ببنده. ولی ما باید تو این وسط تلاش بکنیم. برگردیم به اصل بحث. یه بیماری روانی رو دیدید که من با آیات قرآن چجوری با جزئیات براتون خوندم که
یعنی دوستان بدونن در جریان باشن که خدا با چه جزئیاتی در مورد دیدگاه‌های اونا حرف میزنه. میگه آقا ما تلقیمون اینه. اون وقت ببینید ما نراک الا بشرن مثلنا، ما نگاهمون به تو نگاه عالی نیست. این میدونید اصلی ترین مشکل 124 هزار پیغمبره در قرآن. این فکر نکنید یه دونه آیه قرآن براتون آوردن. 124 هزار پیغمبر طبق آیات کریمه قرآن، مشکل عموم انبیا این بوده که اینا نگاهشون به یه پیغمبر نگاه سخیفی بوده. ما نمیتونیم تو رو آدم برجسته‌ای بدونیم. این نگاه چجوری میشه؟ اینجوری میشه. بعد بعضیا نگاهشون به پیغمبر چقدر قشنگ میشه. من خدا شاهده بخوام قشنگترین نگاه رو به پیغمبر اکرم نقل کنم بدون اینکه اصلا آدم مذهبی باشم، به قول اون استاد دانشگاه مسیح، بیشترین کسی که پیغمبر اکرم رو درک کرده کیه؟ فاطمه و علی، دوتا پاره جگرهای پیغمبر اکرم. گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدی؟ من نمیدونم فضا رفته به سمت 28 سفر، ما هی میریم مدینه یاد مادرمون فاطمه زهرا میکنیم، نمیدونم چرا. آخر محرم سفرم هست، مزد تو باید از مادر بگیری دیگه. گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدی؟ گریه میکنه یا رسول الله با رفتن تو وحی منقطع شد، دیگه کلمات خدا به ما نمیرسه. در واقع برای قرآن، برای پایان یافتن نزول قرآن گریه میکنه. سطح رو نگاه کن شما، سطح رو نگاه کن. اینقدر این روح عظمت داره، بزرگه، که پیامبر از دنیا رفت، وحی قطع شد، ولی روح فاطمه زهرا اینقدر آتش وحی داره، جبرئیل امین رفت و آمدش رو به خانه فاطمه قطع نکرد. باز از جانب خدا حضرت امام این روایت رو مفصل می فرمود، وحی می آورد برای فاطمه زهرا. دیگه البته قرآن نبود اون کلمات جبرئیل امین، نمی دونیم اون کلمات چه بود از جانب خدا، و فاطمه زهرا می فرمود اون کلمات رو که جبرئیل امین برای او آورده، و امیرالمؤمنین یادداشت می فرمودن مانند کلمات وحی که بر پیامبر نازل می شد. عظمت معرفت، عظمت با آدم فهمیده نشست و برخاست کردیم، ببینیم مرگش چقدر سخت به تموم میشه. واقعا آدم فهمیده، عالم حسابی، عالم ربانی، واقعا دردت میاد، میگی من بچم از دنیا میرفت اینجوری دردم نمیگرفت. فهم، درک، آدم ارتباط برقرار میکنه اینجوریه. فاطمه زهرا علامه روزگارانه حیات بشر بود. در عالم نسوان و در میان زنان کسی در حد او علم و معرفت نداشت. اولیاء خدا ریز و خور خانه او بودن. وقتی که رفت تو مسجد شروع کرد صحبت کردن، یه نامردی برگشت گفت اون کدوم مردیه نشسته زنشو فرستاده تو میدان؟ شروع کرد اینجوری توهین کردن. شما فکر کردید الکی بود که فاطمه زهرا برگشت خانه صدا زد علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمی‌دیدم. وقتی بین در و دیوار فاطمه زهرا رو صدمه زدن نفرمود علی جان کاش مرده بودم پهلوم نمی‌شکست. وقتی سیلی به صورتش زدن نفرمود وقت کاش مرده بودم این صحنه اتفاق نمی‌افتاد. توهین به شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها کردن. الهی نگاهتون ناب بشه، نگاهتون نازنین بشه، و به فاطمه زهرا اونجوری نگاه بکنید که باید
در روایت هست فاطمه زهرا روزی 3 مرتبه در خانه نورش طلوع می کرد بر اهل خانه. حالا تصور بکنید فاطمه زهرا از این خانه بره، چقدر خانه بیشم و چراغ خواهد شد به معنای واقعی کلمه. نوری که حسنین، زینبین، امیر المؤمنین می دیدن، نور فاطمه زهرا طلوع می کرد. تصور بفرمایید اون لحظه ای که دیگه امروز روزه حضرت زهرا شد، یک شنبه هم از روز علی و فاطمه زهراست. تصور بفرمایید اون لحظه ای رو که علی بخواد این نور رو در دل خاک پنهان کنه، سنگ لحد بگذاره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.